از وظایف امام زمانه متاسفانه خدا کلیدشو داد دست ما. یعنی الان اگه تو امام زمان رو قبول نداشته باشی اصلا به هیچ جا بر نمیخوره. او کماکان واسطه فیض الهی بگید هست، اما اگه تو امام زمان رو قبول نداشته باشی حکومت نمیتونه تشکیل بده. حاکم از علی ابن ابی طالب بهتر میتونه باشه؟ نخواستنش چی شد؟ شکست. امام حسین زمان با همان اطربو حلم ناصر میگوید نمیشنویم. چرا؟ ملعت بطون نامن مال الحرام. شکم اونم مال حرام لابد پر شد. میشه چهره امام زمان رو چشمی ببینه که به هر هرزه‌ای نگاه انداخته؟ صدای حلم ناصر ینصرنی امام زمان رو کسی که هر صدایی تو گوشش رفته میشنوه؟ انا المهدی رو میشنوه؟ نمیشنوه عزیز من، نمیشنوه. حالا یه کار کرده، ما برای ابا عبدالله خیمه برگزار میکنیم برای امام زمان. جمع که کاسه گوزتو بابا. شمر ابن زلجوشن لعنت الله علیه توی سفنی زخم برداشته، نمیتونستی بهش حرف بزنی. حرف بهش میزدی میگفت این نشونه جانبازیم تو رکاب علیه. ساکت چی؟ یه خورده محکمتر خورده بود شهید بود عزیز من. میفهمی یعنی چی؟ همین آدم سال 62 هجری سر امام زمان ببره؟ چی شده؟ من اینو نمیفهمم. سخته، سخته عزیزم. من و تو که جانباز امام زمانم نیستیم که. او جانباز امام زمانش بود. چقدر میشه بهت اعتماد کرد؟ چقدر امانت داری؟ چقدر اهل خیانت نیستی؟ آقا امام صادق فرمود مردم رو با نماز و روزه نسنجید که نماز و روزه عادت میشه. این وهابی هم نماز و روزه میخونه مگه نه؟ پنج نوبت سر وقتم میرم میخونم. پس چرا انقدر جونورم؟ آقا امام صادق فرمود مردم رو به امانتداری بسنجید، امانت در حرف، امانت در ناموس مردم، امانت در مال مردم. چقدر این کاره ای اگه میخوای برسی به کاروان حجت ابن الحسن. منت سرت گذاشتن برای امام زمان کار کردی و نرید و انمون، خواستی منت سرت بذاریم برای امام زمان کار بکنی. چند بار وقتی خواستی گناه بکنی، خواستی دروغ بگی، خواستی زیرا به یکیو بزنی، خواستی یکیو مسخره کنی، خواستی دزدی کنی. شما رو نمیگم آ، نوعی دارم میگم. بیا طرف با خودش بگه اگر امام زمان بود این حرف را میزد، باز آدم بشید.